روز بیست و نهم انتقامجویی لفظی به هیچ کس به سزای بدی بدی نکنید اگر امکان داره تا اون جایی که به شما مربوط میشه با همه در صلح و صفا زندگی کنید ای عزیزان خود انتقام مگیرید بلکه اون رو به غضب خدا واگذارید زیرا نوشته شده که خداوند میگوید انتقام از آن من است من هستم که سزا خواهم داد مغلوب بدی مشو بلکه بدی رو با نیکی مغلوب ساز رومیان باب دوازده آیت 17 تا 21 نام ها و روش های دیگر بروز این بیماری مقابله به مثل کردن تلافی کردن کین توزی لفظی چقدر اجازه میدی مردم سوارت بشند باید جوابش رو کف دستش میذاشتی اگه چهار تا حرف مثل خودش بهش گفته بودی جرأت نمیکرد اینطوری توی روت بیسته عبارات بالا در جامعه ما بسیار متداوله و به نحوی شخص مظلوم رو به انتقام گرفتن لفظی برمیانگیزونه اما حتی اگر دیگران ما رو به گرفتار انتقام ترغیب نکنند هر کدوم از ما که مورد توهین تهمت یا قضاوت بیرحمانه قرار گرفتیم بارها و بارها این عبارات رو تو ذهن خودمون تکرار کردیم گرفتن انتقام حتی اگر تنها انتقام لفظی باشه اگر خیال ما رو از این بابت راحت نکنه که عدالت تا حدی برقرار شده اما لاقل دل ما رو خنک میکنه در کل هدف اصلی انتقام اجرای عدل و عدالته هم که نسبی باشه اگر عدل و انصاف خود به خود اجرا میشد هرگز نیازی به انتقام نبود اما عیسی مسیح نه تنها به ما فرمان میده که به هیچ نحو انتقام خود رو نگیریم بلکه از اونیز فراتر میره و به ما دستور میده که به دشمنان خود محبت کنیم شنیدید که گفته شده چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان اما من بهتون میگم در برابر شخص شرور نیستید اگر کسی به گونه راست تو سیلی زد گونه دیگر را به سمت اون برگردون شنیدید که گفتند همسایت رو محبت کن و با دشمنی دشمنی کن اما من بهتون میگم دشمنانتون رو محبت کنید و برای اونها که به شما آزار میرسونند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید متا باب پنج آیت 38 تا 45 خدا عادل است و خود مجری عدالت اما فرمان چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان در عهد عتیق نه تنها بعد عدالت خدا رو نشون میده بلکه این رو نیست که انتقام روش الهی نیست چنانکه که در لاویان باب 19 آیه 18 میخونیم که میگه از ابنای خود انتقام مگیر و کین مورز و همسایه خود رو مثل خیشتن محبت نما من یهوه هستم در حقیقت بر همین نکته است که عیسی در آیات بالا تاکید می‌ورزد اون پیروان خود را به دعوتی بزرگتر از انتقام دوستن و قانونی فراتر از طلبیدن حق خود فرا میخواند این دعوت سالک را شاهد امین رحمت محبت لطف و فیض میگرداند که هیچ کس به خودی خود سزاوار و شایسته اون نیست اما خدا به رایگان اون را اعطا میکنه در حقیقت کلید معمای قدرت اجرای شریعت سخت عهد عتیق و قدرت اطاعت از فرامین سختتر م... مسیح در معزه برفراز کوه او در درک همین فیض خدا خلاصه می شود. فیض نه به معنای مجوزی برای زیر پا گذاشتن اصول شریعت و به هر حال پارس ها شمرده شدن اما فیض به معنای قدرتی که توسط روح القدس که در ما به فراوانی ریخته شده چنان عمل میکنه و ما را قدرتمند میکنه که فراتر رفته توان اجرای این شریعت بر ترمایه سر میشه می رومیان باب هفت آیات دوازده تا شونزه و اول قرنتیان باب 15 آیه ده هدف یک مسیحی در زندگی بر زمین بشارت به این بخشش و رحمت و فیض خداست حتی در جاهایی که آسیب به اون وارد میاد متا باب 5 آیه یا مجبور بشه برای اون بهای شخصی بپردازه به متا باب 5 آیه چهل و یا بار تحمیلی رو تقبل کرده و به دوش بکشه متا باب 5 آیه چهل و یک وقتی که به ناحق به ما بدی میشه ما به یک تصمیم روبرو هستیم میتونیم تصمیم بگیریم تلافی کنیم و انتقام بگیریم ولو اون که انتقام ما صرفا لفظی باشه یا اینکه رحمت و بخشش نشون بدیم طبق کتاب مقدس تنها یک این دو گذینه مسئولیت ماست و برای اون کاملا مجهزیم دیگری تنها مسئولیت خداست و او خود آنها را انجام خواهد داد آیه امروز به وضوح نشون میده کدام یک از این دو گذینه مسئولیت خداست خانمی رو میشناختم به اسم مستعار شهره که رئیس پرستاری یک بیمارستانه اون تنها دو ساله که به مسیح ایمان آورده چند سال پیش این خانم جوان متوجه شد که همسر اون بهش خیانت کرده اون هم با یکی از دوستان قدیمیش در اینجا او رو به اسم مستعار ناهید معرفی خواهم کرد که از کارمندان مجرب و زیر دست اون محسوب میشد این فاجعه ضربه بزرگی به این خانم و خانواده اون زد به حدی که زندگی اونها تا مرز متلاشی شدن پیش رفت اما با دعاهای زیاد و گذشت فراوان این زن بار دیگه این خانواده به هم پیوستند چند ماه پیش ناهید کار دیگه ای تریک از بیمارستان های شهر پیدا کرد که برای اون ارتقای رتبه بزرگی محسوب می شد. اما برای تحویل مدرک خود نیاز به معرفی نامه محرمانه کارفرمای فعلی خودش داشت. فرصت انتقام برای شهر فرا رسیده بود. همه دوست داشت اون رو به این کار ترغیب کردند و معتقد بودند که خدا فرصت اجرای عدالت رو بهش داده. هرچند آسیب و جراحاتی که در این سالها به این خونواده وارد شده بود به این آسونی جبران ناپذیر بود. اما الان وقت اون بود که شهره با چند کلمه کوتاه طعم تلخ بی وفایی رو به ناهید بچشونه حتی ناهید هم دور کار جدید رو خط کشیده بود و بدون ذره امید از شهر تغازه کمک کرد در آن روزها شهر در عبادت شخصی خود مشغول مطالعه کتاب اول پتروس بود و از یک سو با احساسات آسیب دیده خود و از سوی دیگه با ایمان نویافته خود کلنجار می رفت خوندن این آیه اون را به شدت تکان داد بدی را با بدی و دشنام را با دشنام پاسخ مگویید بلکه در مقابل برکت بطلبید، زیرا برای همین فراخوانده شده اید تا وارث برکت شوید اول پتروس باب سه آیه نو. آیا اون حقیقتا با انتقام نگرفتن میتونست وسیلهی برای فرو ریختن برکت به خودش بشه؟ آیا او برای این فرا شده بود؟ آیا خدا فیض توان انجام این کار رو به اون میداد؟ فردای اون روز خواندن این آیه از اول پتروس باب چهار آیه هشت خط مشی اون رو تعیین کرد. مهمتر از همه یک دیگر را به شدت محبت کنید زیرا محبت انبوه گناهان را می پوشاند. معرفی نامه بی شهره نه تنها ارتقای رتبه ناهید را تضمین کرد بلکه آنچنان او را متحول کرد که عاشق و شیفته خداوندی شد که چنان زندگی شهره را دگرگون کرده بود از قف دهقانی که تنها پسرش بهرام در اوایل انقلاب به طرز فجیح به قتل رسید به خوبی معنی اجرای عدل و انصاف از یک سو و نیز بخشش و سپردن انتقام به خدا رو از سوی دیگه درک کرده بود دعای تکون دهنده اون در سوگ بهرام تحت عنوان دعای پدری پس از قتل یگان پسرش که در آخر این کتاب به چاپ رسیده محصل قلمی شیوا نیست بلکه تراوش دل دردمند و سوگوار پدریه که معنی تلق ظلم و بیعدالتی رو تجربه کرده بود و با این وجود میدونست راه صلیب منتخب ترین طریقه اون در مصاحبه خود با مجله کلمه میگه بخشش به این معنا نیست که قوانین اجتماعی مجازات نباید در مورد مجرم اجرا بشه. من هنوز هم میگم که اگر روزگاری قانونی در مملکت پیدا بشه باید قاتلین بهرام شناسای محاکمه بشند. اما 28 سال زندگی پربار او پس از قتل پسرش معطوف به تلاش برای برقراری این عدالت و گرفتن انتقام نشد. اون معتقد بود که اساس و علت واقعی زندگی او چیزی فراتر از اینه چنانکه در زندگی نامه خود یک چاه و دو چشمه چنین می نویسد با اینکه هجوم این نوع اندیشه ها در ذهن و قلب و روح هم گاه گاه حالت افسردگی و یعص ایجاد می کرد ولی از اعماق وجود خود ندای الهی رو می شنیدم که به گوش جانم می گفت که فداکاری و قربانی هرگز بی سمر نخواهد بود. خدمت و محبت بی در خلقت بلا اثر نخواهد ماند. تنها راه مبارزه با سوء تفاهم و نفرت تحمل دردهای اون و نشان دادن حسن تفاهم و محبته تنها راه برطرف کردن افکار غلط درباره مسیحیت تحمل مصائب ناشی از اون و ادامه خدمت و محبته این است چکیده مسیحیت اگر این را انکار کنم اساس و علت واقعی زندگی خود را انکار کردم تفکر در کلام خدا طبق آیات زیر خودداری از انتقام و سپردن خطاکار به دستان خدا و اعتماد کردن به او برچه حقایق مهمی در مورد شخصیت خدا و طرز عمل او استوار است. یک پیدایش باب 18 آیه 25 دو رومیان باب 12 آیت 17 تا 21 امثال باب 25 آیه 21 و 22 و باب 20 آیه 22 اول پتروس باب 3 آیه 9 3. رفتار او با خطا کننده ابرانیان باب 12 آیه 5 تا 11 و امثال باب 3 آیت 11 تا 12 4. امثال باب 18 آیه 10 در مسیر انضباط فکری انتقام از آن خداست و رحمت و بخشش وظیفه‌ایه که به من سپرده شده در زمانهایی میل انتقام جویی در من بیداد می کند به یاد خواهم آورد که به عنوان یک مسیحی قدم به قلم رو به ممنوعه گذاشتم که تنها متعلقه به خداست در دعا این صحنه را تصور کنید که شخصی را که به شما خطا ورزیده شده نزد عیسی آورده اید در دستان سوراخ شده و ضرب دیده او هم عدالت است و هم رحمت پس از سپردن شخص خطاکار به عیسی زنده خود را ببینید که چند قدم عقب میرید و با سرسپردگی به روش های عیسی اعتماد می کنید تصمیم روز پولس رسول مسیح انتقام لفظی و ادامه مرافعه را شکستی بزرگ برای مسیحیان میدونه وجود چنین مرافعه های بین شما خودشکستی بزرگ برای شماست. چرا ترجیح نمیدید مظلوم واقع بشید؟ چرا حاضر نیستید زیان ببینید؟ اول قرنتیان باب شش آیه هفت امروز پیروزی خود رو در این خواهم دانست که مظلوم واقع شوم و زیان ببینم.